بچه آقای تو چه زدی قبول نیست من چه زدم خواهی بر سرت حمید داشتم فکر میکردم به چی؟ به خیلی چیزا به من آره به تو عزیزم گفته دیگه تو کوچه نیام به هم میگه بزرگ شدی آخه میدونی تقیقه بل دیروز بازم جلومو گرفت تاری نیست دقو تو اونو کشته محلش نذار از کوچیکی چش نداشت من تو رو با هم ببینم از امروز تو باشگاه افشین تمرین میکنم پس دیگه تو محل بازی نمیکنم همی دمی در میبینم باشی تا شما جور سطحی غاز رو هم میچینیم اون وقت این پسر همش تو فکر توپ و توپ بازیه لا لا الله خدایا مرگم بده و خلاصم کن خوبه خوبه اینقدر غور نزن مثلا خودت که به سن سالون بودی چی کار میکردی؟ همش سر کوچه وای میسادی که من روز یه دفعه برم آب انبار تو هم از پشت سر قربون صدقه من بری حالا جوونی کردن به پسر من عیب شد چه دور زمونه شده والا مرد پسر من میونه تمام پسرهای دنیا لنگه نداره آلات. هم نجیبه هم سر به زیره هم پاکه هم بی نظیره حالی چود؟ زبونه تو مار بزنه زن پس مغز گردود کو ها؟ اینقدر بونه های جور با جور نگیر اگه به این جانب پسره رو سر به هوا نکردی ما اسم اونو خط میزنیم دیروز آقا مهدی بقال اومده بود حسابشو میخواست بهش گفتم فعلا پول نداری خوب کاری کردی فعلا دست و بارم تنگه نمیدونم این پسره چه نمیاد ناشتاییش رو بخوره بهش میدم از تو یه دست نگرده منم هم بگیر این چایی هم که رنگ نداره تو خود اینقدر بهانه نگیر بهانه نگیر خوشتو یا علی کی از باشگاه برمیگردی؟ وقتی تمرینم تمام شد ببین نه بز بیام تو بیرون خوب نیست ما رو میبینم نه نه عزیزم تو حیاتی من که تو حیات نمیام میخوام تو دالون با حرف بزنم آخه نمیشه
تو بذار بیام، خوبم میشه. خیلی خوب، پس بیا تو. اومدم که بگیرم. چی چی رو؟ یه مسقال ماچ مثل مریض. دواخونه رو عوضی اومدی، خبری نیست. چرا؟ حکیم باشیم گفت دوام تو عناب لباته، اومدم شفا بگیرم. بلا بگیری، چی کار میکنی؟ این لبه قربونش برم روتبه. یخی منتظرت هم باشه؟ به سلامت، باشه میام. بح، دریل هم، دم، ددم، دم، دم. بح، بح، پری خانم گل، شنفتم عشقت رفته باشگاه افشین، اسم نوشته به قول آقا جمال زالو. برو گمشو احمق پرو. بیا زن خورم شو، بزن منم و بفرستم خواستگاری. هی، تو نیرو هوایی قبول شدم جون تو. صفه خپل، حوصله‌تو ندارم، به اون قلتون خواستم خبرت میکنم. برپرگه ترس کن. الهی رو بوم عشقت بغلتم من. جاسم خوب نبود. رضا بد نیست. کمال زیاد بالا نزن. خوب قلام پایین بود. حالا اکبر خوبه. تو حمید آها خوب بود، ولی سعی کن برای هد زدن یکم بیشتر بپری بالا. بگی بینم. خیلی خوب بچه ها. تو آها تو باریکلا خوبه. بزن میرم. تو حمید خوبه. تو باریکلا بزن میرم. بده اینجا، بده اینجا. بگی بینم. چه تمرینی؟ مربی کلی ازم تعریف کرد، میگفت خیلی خوب میشی. وای خدا مرگم بده، دیرم شد. کاش که نرفته بودیم بستنی فروشی، تقی خپل ما رو دید. چشمش کور میخواست نبینه. آخه میترسم موضوع رو بد جوری حالی داداش رضام بکنه. طوری نیست. چرا ما باید از مردم بترسیم؟ بترسیم؟ من نمیترسم، ملاحظه میکنم. ایشالله همین روزا دیگه قایم موشک بازی تمام میشه. میخوام یه کسی بشم تا وقتی میفرستم خواستگاریت ننم روش بشه بگه دومات چی کار است. خب دیگه تو کوچه بهتره تو تنها بری. باشه، خدافز. قربون تو. زیری بازالو دارم، سربت سفتالو دارم، یواشت آلو دارم، برگه دارم، هلو دارم. اگه به نهاتو داشت نگفتم که دیروز تنگ غروبی با حمید از فرج رفته بودی بستن پروشی اسبال یخی و هر را کر میکردی؟ لایق از همه کرسه از فرج بنا بشی دختر یه سرتا دیدم اون سوخ که میاد آتقی خدا نشرت میدم آتقی چه کار میکنی؟ کاسه کوتمونو به هم زدی. خب دختره نمیخواد. خب نمیخواد که نمیخواد. چرا شکستی آتقی؟ میشکنه پسر، اون شیشه ها خورد میشه، اینقدر برجه برجه نکن. خونه یه خشتی به فوتی بنده. لا اله الا الله. پسر کی میخوای سر عقل بیایی؟ این بالا پایین پریدنا که زندگی نمیشه. بابا صبح تاشون جون میکنه، وقت تو این بچهای چهار ساله راحت بیخیال همش پی بازی گوشی و خلخل بازی دستی. او با تو هم دیگه بزرگ شدی، وقت زنگ گرفتنه که. خب حالا چی میگی؟ چرا تکلیف این دختره رو روشن نمیکنی؟ پاک آبروم رفت. چیکار کنم؟ زن بگیرم؟ زنمو بیارم تو این دو تا اتاق فسقری؟ آخرش که چی؟ با صبر کرد ننه جون، با صبر کرد. تا کی؟ منم آرزو دارم عروسی پسرمو ببینم. واسه نخور، با آرزو میرسیم ننه جون. الهی قربونت برم. چشم ننه جون، اطاعت میکنم، خاکتم، زن میگیرم، میگیرم. ولی آخه بدمسته باز پول همو میشه داشته باشم یا نه؟ زن داداش پوش تو تنت ببینم، دستی شما درد نکنه. بگیر مادر برو تو حیات. باشه امی به قربونت بره الهی. یه روزم که تشفه بردیم اینجا به زحمت افتاد. اختیار دردم. از خرجایی نری، الان بابات میاد. پس چیه داداش یدلا نیمد؟ نمیدونم امروز چرا دیر کرده، حالا دیگه پیداش میشه. الهی قربونش بره، این بچه تمام سیوار رو نیم خور کرد و رفت. صدی خانم جون، شما چرا زحمت میکشید؟ مادر چه زحمتی؟ این پسر حمید پاک منو اسیر خودش کرده. بذار کمکت کنم. قربون دستت. باز تو پدست سوخته درس و مشقت نمیرسی؟ صدی خانم، داداشت اومد. سلام آقا داداش. یالا برو تو برو جنگ. سلام، سلام آبجی جون. چه عجب از این طرف ها؟
عجب به گل رود یدالله جون. خوش اومدی آبجی، خوشحالم کردی. بفرمایید داداش جون. این خرس سوخته حمید کجاست؟ یکی دو روز سراغ ما نیومده آبجی. حمید نگو، بلای جون من بگو. نه کاروباری نه دلشوره، چی بگم دیگه، حالا وقت زنگ گرفتنش شده. خب این که ارزا نداره آبجی، حاضرین واسش دست بالا کنی؟ با آقای یدالله هنوز برای زوده، نمیدونم چی کار کنم والا. فکر زندگیش که نیست، همش پی توپ بازیه. دختر مردمم چش انتظار خودش گذاشته. ختم کلوم میخوای بگی دستپاشو بذاریم تو پوست گردو ها؟ چاره چیه؟ باید سرشو به یه آغل گرم کرد. من که از نقنق و سفرج خسته شدم. حمید از شما حرف شنایی داره، میخوام نصیحتش کنید. چشم آبجی، شما بفرستش پیش من، جلاش میدم. گوشت با منه؟ هم گوشم با تو، هم هیشم با خودمه. یه لیوان بده بینم ساقی خوشگل من. باز کن ساقی کوتا در مینای دریسک. نازیم بیا وسط بینم. دریسک با دونس بفرما، دریسک با دونس، دریسک با دونس، دریسک مزه داره، حالت جانی آره. چه نازی داره آره. هر 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 خوش خوش هم انتان شد. خیلی خوب بیرم. نوسی جال انتان شد. جر نبود. آخه بگیر ببینم. باشه باشه. پس وجوه ها و کسان لطف کن. سب. سر وجوه ها تو زیبت گیر کرده. بگیر اینم پوله، زلفاتو برم کمر باری. فهمیدی چی گفتم؟ نخیر بل نخیر. بازم نفهمیدی؟ میدونی چی آق جمال؟ نه بل نخیر. تو خیلی خری. بله ما اینیم، حسود هرگز نه یا سود. گفتم آقا رضا داشت پری رو میشناسی؟ بل نل بل نخیر. دوست داری یه دعوای خوب تماشا کنی؟ نخیر بل نخیر بلی. خوب گوشاتو وا کن ببین چی میگم. هر وقت آقا رضا اومد بره خونشون بهش میگی که آبجیش با حمید اوزفرج رفته بودن تو دکون اسمال یخی بستنی خوردن. حالا فهمیدی؟ آره بلی. خب چی میگی؟ هیچی. بباری که چقدر خنگی. آبی دریسک. خب با تو واکن آقا رضا که اومد بهش میگی که میگی رنده کاره حسن میکنه که زدم اوستا. بیارش برو بینم چی کار کردی پسر. هشتا میارم ده بجون ده رنگایی کردم خودش بینا بپرون. بینام تو عمه داری؟ بله اوستا. پفل فور قربونش برو، باز که یه دهم خیت کاشتی. برو یک درم بده حواس بخار که اینقدر دست گل به آب ندی بچه. یه بگی ببندش، آخه که میخوای آدم بشی پسر؟ شیش دادن در الواس خورد کردی، عشق دفع کار رو رنده زدی، دست آخرم با این کارت روی هرچی چلمن سفید کردی. بجام دیگه پسر، بجام. شش روسته دایی جام دایی سامالی. به به سلام گل گلاب کچی دیدم دایی جام. جونی دایی؟ نه نمیگفت کارم داری. خب چطوری؟ حواستو جمع کن جعفر. کجایی پسر؟ سراغ دایی تو نمیگیری؟ کچکیدم دایی جون، همین دوره برام دیگه. شرمندم. قلبی لش کن. آبجی اومده اون سراغم دل پرخونی داشت. حکی؟ خب معلومه، از تو میگی چیکار کنم دایی جون؟ فوتبال ببوسم بزنم کنار؟ سلامتی خودت ورزشکار بودی؟ چی میگه ورزش نکن پسر؟ پا به توپ باش، اما باز به فکر آینده اون دخترم باشی یا نه؟ ای بابا ما رو چه به این حرفا دایی جون؟
بی کلک خاطر خواهی رو که آدم پنهون نمی کنه. زودتر بجام تا دست دختره رو بذاریم تو دستت. آخه دایی من تازه رفتم باشگاه اسم نوشتم، جون دایی گل میکنم، همه اینه میگم، موقعش که شد خبرت میکنم. ایشالله پیش ببری. میدونی که هیچ چیزو تا حالا ازت دقیق نکرد. آره دایی جون، هر وقت گیری داشتی بیرو در وایسی یه راست بیا سراغ دایی. خوبه این قدم خون به جگر ننت نکن. بسه چیه بسه شد؟ نه بسه نشد. عمه داری؟ گفتم که بله بسه. بچه رو معطلی بسای ریز همین تو بیا جلو. بده بس خواه خوب و بد نیست. بده جواد پده سوخته. بده با اون بچه ها. من امروز کافیه. سلام داری بود. سلام، خسته نباشی. خواهی باشه ما خبری. سلام. مخلصم آقای عدالله. حمید چطور خوب پیش میره؟ تو این دو سه ماهی که خیلی خوب بوده. نتیجه زحمت های شماست. ایشالله به زودی جزو تیم دسته اول باشگاه میشه. سلام دایی جون. به به، سلام قهرمان، سلام به روی ماهد. آقا مربی خیلی ازت راضیه. لطف دارم. حواستو جمع کن، گوش و هوشتو بده دست آقا بز، خوب صیقلت بده. اول خدا، بعد شما آقا مربی. تا عرق چانه شدی زود برو لباساتو ببوس. چشم دایی جون. باد چرخاشو میزون کن، اون بالا رو هم یه خورده نگاه کن. قربون دستت، اگه ایرادی داشت برطرفش کن. چشم. سلام علیکم. سلام قربون شما. خلاص بچه ها یه خورده زودتر به جنبین. تو هم کمک کن دیگه بسن. یالا. جما جون، آقا رضا داشه پریداره میاد. من میرم. سیر تا پیازه میذاری کف دستش. حالیته که چی میگه؟ بلبلی. ببینم چیکار میکنه. ریسک میکنه. داداشه پری خانم سلام علیکم. علیکم سلام. یه لیوان بده صفا کنی. تشم بخونی چه دیم. جما گفتی؟ گفتم. چی گفتی؟ گفتم گفتم سنما قبلی نما بلکه تو برسی اتقی منو عذیت میکنه. گفتم اتقی دب چرا پات میگی؟ خیلی خوب میگم، دست تو پاتم نکنی. اخ نگفتم. خیلی ببخشینا. اختیار دارین صدی خانم جان. قابل شما رو نداره. شرمندم والا کبر خانم. بفرمایین دهنتون رو شیرین کنین. شربت بهلیمو برات آوردم. بخور، خستگی تو دار میکنه. بیا صورتتو خوش کن. وقتی میبینم ات خستگیم در میره. نگات جیگرمو چرا میده. عزیزت کجاست؟ گفتم که رفته خونه شما. صدی خانم جون، اومدم اینجا راجبه حمید و پری با شما صحبت کنم. میدونی از فردا بعد از ظهر میرم کلاس خیاطی. تو بعدت نمیفهمی؟
نه خوبه، موافقم. به جون پری دخترم که دین و دنیامه، همین که شما به اندازه رضای خودم برام عزیزه، جوون چشم و دل پاکی هم هست. پسر من جوری بزرگ شده که وقتی یه دختری میبینه اصلا سرشو بالا نمیکنه. تو این دور زمونه همچی جوونایی حکم کیمیا رو برن. کبرا خانم جون، دختر منم یه پارچه خانومه با حیا و خجالتیه، اما تو که اهل محل رو میشناسی خواهر، برای جن پاپوش میدوزن. میترسم جه خونم به بچم بزنن، هزار جور حرف پشت سرش دارم. ای با کبرا خانم جون، طلاک پاکه چه منتش به خاکه. پسر من و دختر شما هر دوتاشون مثل فرشته ها پاکن. کبرا خانم نرفا چیه؟ واسه پاکیشه که حمید رو دوست دارم خواهر. منم پری رو دوست دارم، اون سفرتم همیشه تعریفشو میکنه. خب حالا صدی خانم جون، میخواستم شما با حمید حرف بزنین. اگه حقیقتاً پری رو میخواد یه دستی بالا کنه و اسمی روش بذاره. چشم چشم، زحمت کم میکنم. خدا بوشم پری در بار کن. خاک حالم عزیزم اومد، چادرم کو. دختر خلیل بمیری عزیز اومدم. وقتی حالا چی بگم؟ باش خودم پر جام بده. مدیر آخرین تمرین های تو رو دیدن، برای بازی در تیم دسته اول باشگاه انتخاب شدی. تو تنها کسی هستی که از دسته دوم و سوم به دسته اول میری. به تبریک میگم حمید. ما کوچیک شما این قربان. امیدوارم با پشت کار و تمرین منظم بتونی مهره خوبی برای باشگاه ما باشی. از این به بعد تو تیم باشگاه ما بازی میکنی. جای خوبی برات در نظر گرفتم، فوروارد نوک حمله. بازی که در پیش داریم برای باشگاه ما اهمیت حیاتی داره. همونطور که از تو انتظار داریم، امیدواریم بدرخشی. بالاخره موفق شدم، رفتم تو تیم دسته اول باشگاه. بری خوشحالم. گل قشنگ باغم عشق تو کرده داغم، قدم بذار رو چشمام، بازم بگیر سراغم. تو همونی که دلت خدا میخواد.
جای همشگی دیدی گفتم دیگه تموم شد از سالا حاجید فوتبالیست تیم افشینه حالا فهمیدی با کی طرفی ها؟ پس همه چی تموم شده خیلی خوشحالم جام اولی مسابقه ماست دعا کن برنده بشیم دعا میکنم خدایا حمید منو سربلندش کن نیاز منم بدی خدا بریز به سر بریز خوبه دیگه چنگ بذارش اینجا بفرما چشم شما روشن های یدالله چه نقطه میدونه همین آقا گل کاشته باز هم اینطور باشه هم قدیم گفتن تره به تخمش میره خارزاده به داییش ما جور دیگه شنافته بودیم خب اینجورش هم بشنو بیا 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 نچه ای نگاه میکنه یک بابا سلام علیکم آقای عبدالله سلام علیکم آقای آق تقی خدفل چایی بخور درف شو آقا امید چطوره؟ شنافتم مسابقه داره تو کی میخوای پاتا از کفش خارزاده ما بکشی بیرون؟ رب کراس بگم حمید نمیتونه هم پای اونایی دیگه ورجه شب دراز آتقی حمید از اون زمان که یه الف بچه بود دنبال توپ نفس میزن حالا شر اگه حرفم درست در مد که هیچ اگه نه یه شب با بچه ها تو خرافت مهمون من اصلا من تو تمام عمرش یه دم ازش غافل نبودم همیشه حواسو داشتم میدونی وقتی پاشو بذاره تو زمین شمرم جلودارش نی شرطو هستم میبینی شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران من از استادیوم امجدیه با شما صحبت میکنم جمعیت حاضر در استادیوم میتونم بگم که بیش از 28 هزار نفره که البته هنوز هم دارن میان من فکر میکنم در پایان بازی این جمعیت به 35 هزار نفر برسه استادیوم یک پارچه شور و هیجان شده همه سرخوش همه در انتظار این بازی افشار همونطور که میدونید ما امروز بین تیم منتخب باشگاه‌های ایران و تیم منتخب باشگاه‌های کره شمالی برگزار حالا در این لحظه بازیکنان دو تیم وارد زمین میشن تماشاگران به شدت اجازه استفاده میکنن اخری از خلال شوق تماشاگران داره میرفته در مسابقه امروز علاوه بر سرداران نامی فوتبال ما من چهره جوانی میبینم که لازمه راجع به اون صحبت کنم تا اونجا که من در موردش اطلاع کردم این بازیکن یکی از زهرمارترین بازیکنان خط حمله است برای اولین بار حالا با سوت داور مسابقه شروع میشه بازی رو بچه ها شروع میکنن حالا توپ زیر پای شماره 13 پاس میکنه و حمید خودش جلو میبره یارشو دریبل میده حالا دفاع کره روش اثر میذاره حالا توپ در وسط زمین در اختیار بازیکنان ماست توپ به زیر پای شماره 14 میرسه یارشو دریبل میده عبور میکنه به گوش میرسه گوش به وسط دفاع روش اثر میذاره توپ عبور میکنه بچه‌ها به دنبال توپ هستن حالا در این لحظه توپ رو صاحب میشن به زیر پای حمید میفرسن حمید خودش دریبل میکنه یارو مستقیم خودشو عبور میکنه ازش توپ رو بلند کشته میفرسه روی دروازه توپ برگشت میشه باز بچه‌های ما صاحب توپ هستن خودشون پیش میبرن توپ به اوت میره اوت رو میندازن در وسط زمین حالا توپ در اختیار بچه‌های ما هست بلند کشته روی دروازه و هده حمید در این لحظه کارساز میشه و گل ایران در این لحظه گل بود حمید در یک موقعیت رازشگاهی با ضربه هده بسیار عالی خودش او را به ثمر رسوند حالا این چهره حمید که شما روی صفحه تلویزیون میبینید از شوق سر پا نمیشناسه میبوسنش تشویقش میکنن این شما و این فریاد تحسین آمیز 28 هزار نفر جمعیت حاضر در استادیوم که دارن حمید و تیم ایران را به خاطر گلی که حمید داد تشویق میکنن توپ رو میکارن حالا توپ در اختیار بازیکنان کره شمالی هست در این لحظه دروازه‌بان ما توپ رو میگیره به وسط میفرسته حالا حمید یارشو دریبل میده عبور میکنه عمر پشت سر میذاره حمید در بازی امروز واقعا خوب بازی کرده اگر همینطور پیش بره بدنش رو در فرم نگه داره به دستورات مربیش گوش کنه من فکر میکنم آتیه درخشانی در پیش داشته باشه حالا خودش توپ رو میگیره از یار مستقیم خودش میگذرونه از سانتر زمین میگذرن روی حمید خطا میشه حالا خودش توپ رو برمیگردونه مستقیم میکشیده از دفاع میخواد عبور بده توپ در اختیار بازیکنان کره شمالی قرار میگیره
حالا حمید میخواد از یارش عبور کنه، یار اون به سختی مهارش میکنه، توپ به کورنر میره، کورنر رو از جناح چپ میزنن روی دروازه، دستای دروازه‌بان توی هوا این توپ رو میقاپه. تماشاگران وقتی ابراز احساسات میکنن همدیگه رو میبوسن. کم کم به پایان مسابقه نزدیک میشیم، بیش از چند دقیقه به پایان بازی نمونده. حالا توپ در اختیار بازیکنان کره شمالی قرار میگیره، برگشت میشه، ایران سر توپ میشه، بچه‌ها به پیش میندازن، توپ زیر پای حمید هست، به غلام پاس میکنه، یک دو میکنن با هم دیگه، سریع به پیش میرن، حالا شوت شوت، حالا هد و گل 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 حمید، گلی که توسط حمید بازیکن سریع و نقطه خط حمله ایران به ثمر رسید و ایران در نتیجه سر دو گل شد، ایران دو کره شمالی هیچ. کره در زمین ایران هست، بچه ها سعی میکنن وقت رو بکشن. توپ در اختیار بازیکنان کره هست، روی دروازه ایران یورش میبرن، حملات سرسام آوره. ببخشید. بله این دسته گلو بدین همه. بله گوشی لطفا. حمید بیا بفهمید. بله خودم هستم. من بازی شما رو دیدم، واقعا عالی بود. ما کوچیکی شما این خانم تعارف نمی کنم، من عاشق لطف داریم، ما قابل این همه تعریف نیستیم. نه جدی میگم، بازی شما باعث شد که علاقه من به فوتبال بیشتر بشه، حتما باید طور دست گل من به شما رسیده باشه. جدا خجالت هم دادیم، چوبکاری کردیم. خواهش میکنم، شما وسیله داریم؟ نه خیلی، چطور مگه؟ قصد داشتم دعوتتون کنم تا با هم آشنا بشیم، بعد از مسابقه ماشینم رو میفرستم دنبالتون، موافقیم؟ والا عباس ببخشیم، امشب بعد محل منتظرم هستم. شرمنده هم امشب، خیلی هم منتظرم هستم. پس قول بدیم بعدم ببینم اتون. تا بعد چی پیش بیاد خانم؟ موفق باشین. قربون شما. خدافظ. یالا قربون شما. بیاین جبه نم پدست سخته. خوش اومد دایی جون از کاره. قربون شما. گل کشتیم. واقعا گل کشتیم. همه اینا نتیجه زحمت های شماست دایی جون. خوش دارم دایی جون. همیشه همینطور بتازی. چشم. قربونت برم. واقعا بس کشکا پمیر سرکنایی نزیر نده از تو بازی که نزیر قدرت تو شده ایگایی اصلا نمیشه با چیچه باز به جاج زیدی سرکنایی کاری چون Thank you.
حقا که شیر محلی جمون گوزفرش باز آسون بالا بزن و دومادش کنه. آره بالا خودم تو عروسی چای پخش کن میچم جونه شما. باری شما بره چکرم ما هم چای پخش کن بشیم ما هم سرکر پخش کن همه چاکرتیم خودم نوکرم باری شما بره نوکرم میگم ما هم برای گروه برای قبول شدیم میرم نیرو هوایی مبارکه من یا قبول نشده ولی فعلا بگی بشین یکیشونم پسر آی سفر امیرو میگم حیوانکی راحت شو موفق باشی امیرو برو شما برو شما برو شما برو شما برو شما برو قربونت برم که گل کاشتی گل کاشتی ماما اون امیرو برو که دلال داره خب دیگه من با اجازه همگی دیگه باید برم خونه برو شما برم با اجازه برو منتظرته خیلی سرت میشه آره بپا نچه ای ننه ننه جون ننه دوتا گل وسط آوردم دیگه زیاد نق نزن سلام سلام قربونت برم سر گلم ننه جون مادر فقط میشم خیلی خوشحال شدم پسر جون قربونت برم امروز خیلی خوشحال شدم مادر جون انگار خوب بازی میکردی مادر قربونت برم رادیو همش تعریف تو رو میکرد قربون شما برم بابا جون دیگه من میرم پاهم رو بشنم بابا جون خیلی زود برمیگرم برو مادر جون پدر سوخته دیگه واسه خودش آدمی شده آره حمید مرا ترسوندی دیدی چه شاهکاری زدم کیف کردم عالی بود به این قرآن رو داشته باش مردم نظر تنگه قربون تو دیگه همه چی داره رو برم میشه من باید بهترین فوتبالیست دنیا بشم میشم بالاخره میشم حتما تو به هر چی که بخوای میرسی من تو رو میخوام حمید بازیکن جوان درخشان‌ترین چهره میدان بود مربی تیم ملی از حمید برای شرکت در اردوی تیم ملی ایران دعوت به عمل آورد تا دو ماه دیگر حمید به همراه تیم ملی برای انجام یک مسابقه عازم هندوستان می شود حمید با زدن گل‌های پیروزی به تیم هندوستان آقای گل شناخته شد مفسرین ورزشی از حمید به عنوان درخشان‌ترین فوروارد سال‌های اخیر فوتبال یاد کردند حمید فوتبالیستی با تکنیک و قدرت بدنی بی‌نظیر شوتی یک پارچه حاصل روی دروازه بحثه به حمید گل گل نشناختش کیه؟ نه جون شما اما از شما تعجب میکنم نمیفهمم سلام علیکم سلام فرمایشی بود؟ نه آقا تو دفتر منتظرتون ببخش ببخشید
شما منو نشناختین؟ نه، چطور مگه؟ من مرتبا تلفنی با شما صحبت میکنم. آها آها ببخشید من حواسم سر جاش نیست. آخرین دستگاری که فرستادین خیلی قشنگ بود. حتی قشنگتر از گلایی که شما تو مسابقات میزنین. اختیار دارین، ما کوچیکی شما این. تو چرا نمیخوای دوستی ساده ای منو قبول کنی؟ ها؟ اگه موافق باشی و مثل دفعه قبل دعوتمو رد نکنی، امشب شامو با هم میخوریم، یه کوکتل کوچولو. بعدش اینه که شما خیال میکنیم من بهانه میگیرم، اما به مرگ مادرم که مثل چشام دوستش دارم گرفتارم. تمرین ها و مسابقه ها به این مجال نمیدن خانم. امشب چی کار داری؟ والله هم خستم، همین که همچی؟ همین که باید دارم یه نفر رو ببینم، بعدم استراحت کنم واسه مسابقه فردا. میدونی که واسم خیلی مهمه. میدونم، قبول دارم، ولی دیدن اون یه نفر اینقدر واجبه که شما به من جواب رد میدی؟ حتی از نفسایی که میکشم واجب تره. سلام ننه جون، سلام. ننه جون الهی قربونت برم، فدات شم. بالاخره پسرت قهرمان شد، نظر کردم تو رو با خودم یه زیارت سیر ببرم. خدا عقلت بده پسر. درن یلای نردد دای درن یلای نردد دای نردد دای. فردا ننه حاجی تو امجدی دروازه حریفو میبنده به تو فردا. حمید حالا با دفاع اندونزی روبرو میشه، خودشون جلو میارن، زیر پای شماره 3 میفرسته به 7. حالا دفاع ایران با سرسختی راه این توپ رو میبنده، توپ در اختیار ایران هست. دفاع پاسکار این فرست انجام به دروازبان میرسه، میفرسته به کنار به شماره 2، 2 به خود دروازبان برمیده. بلند و کشیده از وسط زمین میگذره، توپ در اختیار بازیکنان اندونزی به شماره 11. دفاع روش اثر میداره، به شماره 17 تیم ایران. دیدید میکنه یارو مستقیم خودشو عبور میکنه ازش، به شماره 9. یکی دو تا با نیش پا عبور میکنه و شد میکنه. دفاع اندونزی روش اثر میذاره، توپ رو برمیداره، باز توپ در اختیار بازیکنان ایران هست. شماره 17 ایران این توپ رو صاحب میشه، یارشو دیریب میده، به وسط میفرسه. دفاع اندونزی با سر این توپ رو برمیگردونه، باز در اختیار تیم ایران قرار میگیره. از اون جناح بلند و کشیده روی دقیقه ها دفعه به حمید بابرین گل مسابقه در این دقیقه به ثمر میرسه. توپی بود که روی دروازه فرستادن و حمید با یه هد عالی این توپ رو در دروازه اندونزی کاشت. حالا در وسط زمین بازی ادامه داره، اندونزی صاحب توپ هست، به پیش میندازه از جناح به شماره 14، شماره 14 به وسط میکشه، به داخل 18 قدم نفوذ میکنه، شوت و خطر 100% بود که از بیخ گوش تیم ایران گذشت. هفتم دوم مسابقه دوستانه تیم منتخب ایران و اندونزی رو براتون گزارش میکنم. حالا دروازه ها عوض شدن، تیم ایران صاحب توپ هست، از جناح راست به پیش میندازه، توپ در اختیار شماره 17 از تیم ایران هست، از او به شماره 11 به 9. حالا بلند روی دروازه هد عالی حمید، ولی گل نمیشه. حمید هدهای عالی میزنه، کاملا سر فرم هست. حالا توپ در اختیار اندونزی قرار میگیره، به پیش میدازن به شماره 7، از او به 9، به داخل محوطه 18 قدم دفاع ایران روش اثر میذاره. شماره 11 میاد که این توپ رو صاحب بشه، ولی دفاع او رو قریب میده، به شماره 17 تیم ایران پاس میکنه. حالا شماره 17 روی دروازه میپسه، دفاع اندونزی این توپ رو صاحب میشه، به شماره 9. حالا در این لحظه حمید پاش میگیره و روی زمین دراز میکشه، تماشاگران ناراحت هستن، ایران ده یاره بازی میکنه. در این دقیقه توپ در محوطه 18 قدم و گل، گل اندونزی در این دقیقه به ثمر میرسه. حالا ایران 2 اندونزی 1. حمید ناراحت هست، هنوز روی زمین دراز کشیده. لحظات آخر بازی رو پشت سر میذاریم، وقت بازی تموم شده است. حالا داور به ساعتش نگاه میکنه و در این لحظه سوت و پایان مسابقه. تماشاگران برای تشویق بازیکنان به وسط زمین میریزن، حمید رو در میون گرفتن و برای بازیکنان پیروز تیم ایران ابراز احساسات میکنن. من با شما خداحافظی میکنم و همه رو به خدا میسپارم.
تا حالا منتظر شما بودم. زودتر سوار شو. من تعریف نمی کنم. واقعا محشر بازی کردم. مخصوصا گل آخر شاهکار بود. محبت داریم. من چی کاری نمی کنیم کاری نمی. یه بازی یه ساده هست. خب ببخشی من بایز اینجا پیاده شد. نه اینجا بیدی تاکسی گیرم میاد. خونه شما کدوم خیابونه؟ من بعدا میرسونم. نظرم نمیشم. خونه ما توی محله جنوب شهره. بهانه نگیر قهرمان. میریم لباسم عوض میکنم میریم بیرون. یا زامن آهو خودت حمید من رو سفید کن یا باب الحوائج. میشونیم یه چیز خونک میخوریم بعدم میرسونم این آخه امشب خیلی چش انتظار منم. برخصیم؟ چی؟ چی گفتم میایی با هم برخصیم؟ ای بابا چی که شماییه؟ علف نشین بابا. شما هم علکی خوشی. ما هم میریم به سلامتی یه لبی تر کنیم. به سلامتی نوشه جون. این که خیلی بده. تو نه مشروب میخوری نه سیگار میکشی نه حرف میزنی. خیلی ساکتی. آخه چی بگم خانم؟ چی میدونم. فقط بذار بهت بگم جوونی به خوبی و برازندگی تو به این سادگی نباید وقت رو تلف کنی. مگه ما چند سال زنده ایم ها؟ چند سال؟ مشروب بخوریم کبدمون خراب میشه، سیگار بکشیم ریه‌مون داغون میشه. آخه مگه این زندگی چقدر ارزش داره که آدم اینقدر مواظب خودش باشه و هیچی ازش نفهمه؟ ببین تو هم جوونی هم خوشگل، یعنی تیپی داری که آدمو میگیره. خب شهرت و محبوبیت هم که داری پس استفاده کن. اگه حمید اومد بیدارت میکنم نه تا پوف ها.
بشین، استراحت کن. خیلی خوب، چشم. ببین، یه وقت فکر نکنی من زن سهل الوصولی هستم و به همین سادگی که به سراغ تو اومدم سراغ هر مرد دیگه ایم میره. نه نه، ابدا نه. این خاطره ای که میبینی به این سادگی پیش توه، هزار تا عاشق دلخسته و سینه چاک داره که منتظر یه لبخند بشن. حمید، اینا رو به حساب خودخواهی من نذار، تمامش حقیقتی. تو چیز دیگه ای هستی. خیلی برات حرف زدم نه؟ نه. خسته شدی، بذار لباسم عوض کنم بریم بیرون. دیگه پاش تو گله تا منو دیوونه کردی، خاک بر سر دل من بی آشیونه کردی، خاک بر سر دل من. دوست دارم میدونی، میدونم میدونی. ولاغ عشقم شد فقط تو کادنی. پری جون مردشور ریخته تو ببری. الهی مردشور قد قواره منو ببره و بندازه تو گودال قلبت. پری جون گمشو بی حیا، نزن پنجری عشقتو با کن. دوست دارم میدونی که این کار دل علاق عشق من. شب تو صبح نخوابیدم، همه اهل محل منتظرت بود، میخواستم برات گوسفند بکشم. کجا بودی؟ مربی بامون کار داشت. الانم باست برم، بار دارم. حالا نمیشه بیشتر پیش هم بمونم؟ نه. کاش میشد. حمید، خواهش میکنم. گفتم که نمیتونم با واح. حمید، کارت دارم. باشه واسه بعد، خدافظ. حمید. Thank you.
توی گرمی آغوش کیه اون فروغ شب خاموش کیه جاش توی گرمی آغوش کیه چطوری؟ میپسندین؟ متشکرم عالیه مبارکه متشکرم بفرمایید سویت مبارکی بفرمایید سویت خیلی ممنون زندگی برای خودم یه شعاری پیدا کردم راحت گرفتن زندگی اما اگه مثل تو خودم و تو چهارچوب یه مشت قید و بند پوسیده اسیر میکردم چی از زندگی میفهمیدم من مثل تو رژیم ندارم زودم به خونه نمیرم مثل مرغ کوچ دم غروب نمیرم تو لونه و کز کنم ببینم حمید از این که با من اومدی ناراحتی؟ نه این چه حرفیه؟ خیلی خوشحالم چرا؟ بدن چقدر داغه؟ آتش عشق تو گرمش کرده دوست دارم حمید انگار تمام تنید از آتیشه دوست دارم منم دوست دارم حمید اسم میکنم آدمی هستم غیر از اونچه که قبلا بودم تو زن خیلی قشنگی هستی خیلی هم هوس‌انگیزی اما من با تو خیلی توفیر دارم دوست دارم تا حالا تو زندگی من از این چیزا نبوده شاید خواب میبینم که با زنی مثل توی رخت خوابم تو مثل اون دختر شاپریونی هستی که تو قصه هاشم ده حمید وایسا میخوام باهات حرف بزنم حمید چرا از من فرار میکنی؟ من باید با تو حرف بزنم تو محل همه میگن تو گذاشتی رفتی که از دست من خلاص بشی میگن یه زن پولدار واسه این ماشین رو خریده تو هم رفتارت عوض شده حمید بالاخره منم که دخترم هزار جور حرف پای سرم میزنم ما دوتا هیچ وقت نمیتونیم با هم عروسی کنیم پری یعنی وضع من اینطوری ایجاب میکنم من تو اوج فوتبالم تو هم که دختر خوب مهربونی هستی خواستگارم که واسه قد نیست برای من تو وجود داری میفهمی فقط تو
اگه بخوای هر چند سالی که بگی صبر میکنم. من هیچ چیزی نمیتونم پیش بینی کنم. تو هم خودتو پاسوز من نکن. وضع من اصلا معلوم نیست. تو شوهر کن. این به صلاحته. کاش که اینو خیلی وقت پیش بهت میگفتم. حالا هم دیر نشده. نگه دار آقا. شهرت اینش بده که آدم هیچ وقت مال خودش نی. برو آقا. رانندگی تو بکنم. چی بگم داداش؟ چی بگم؟ آبرو و حرمت تو مردم برام نمونده. چه اتفاقی افتاده؟ حمید خیلی وقتی که خونه نمیاد چه افتاده یه بدکاره زیر پاش نشسته. اولا سیگار میکشید و دیر میومد، بعدش هم دهنش بیگند دوا میدم. دیگه رو ندارم شرمو تو محل بلند کنم. اگه این حرفا رو تقی خپل تو محل جار زده، باز خاطر همین دختر است که خاطر حمیدو میخواد. نه داداش نه، همین دیشب بود که دخترانو با چشم گریون روونه خونش کرد. خیلی خوب آبجی، تو زبون به دهم بگی، خودم میرم سراغش بینم چه مرضی به جونش افتاده. باز بفهمم کسی که عرابه درش کرده کیه. از دست این پسر خسته شدم، نمیدونم عاقبت تیم به کجا میکشه. چاره چیه؟ بفرمایید تو. سلام علیکم. سلام آقا. بی زحمت اگه میشه حمیدو صداش کنی. آقا یدالله پیش پای شما رفت بیرون. این پسر سرش به کدوم آخر بنده شما میدونی؟ شایعات زیادی هست. خیلی نامرتب شده، به تمریناش هم نمیرسه، هنوز نیومده، میخواد بره. تو مسابقه قبلی همون طور که انتظار داشتیم خودشو نشون نداد. آچه آدم تو زندگی چجوری حساباش غلط از آب در میاد. ما متاسفیم، میترسم جای خودشو تو تیم از دست بده. اشکای ما خیلی بهش دل بسته بود. خیلی ها بهش دل بسته بودن. کجا میشه پیداش کرد؟
اگه آقای یدالله بشنفه دندوناتو میریزه تو دهنه. منو داره میترسونی؟ رفتو دلو جونم هم ندو جونم هم ندو دلو 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 چتون دم گرفتین؟ مگه عروسی عمتونه؟ بایسین سر کاراتون بی غیرت های تنه لش یاله برو بینم تنه لش ها باز خودشون آدم شدن. به ما چه ربطی داره حمید خان ددری شده؟ ساکت دارم چی ورزدی مول درخت نارگیل؟ هیچ چه اوستا من گفتم حمید خانو دیدمش یعنی جاشو میدونم دیدمش اونم با چه تیکه ای اوستا بنال بینم نفله چه محیط خوبیه. باست بینم کجا برو بابا بینم حال نداری. میخورم به سلامتی. بیارو میگون آقای با حال آزاری تو زیاد کردی چون شبردی سرتو بزن تو آب یخ برو بینم شمرتی دیگه هم سر رام سبز نشی زلفی بلاخره یه روز کارات پارات ترس میکنم گارسون حساب ما رو بیار لطفا زودتر گرفته دیگه آسمون که به زمین نیومده. آخرین بازیم واقعا افتضاح بود. خب عزیزم توپ گرده. حمید میلی خودتی پس حتما برگرد پیشم. حساب حسام اگه نگفتم دنبال من نیا. آخه اوستا میدونی گوش کن دفعه آخرت باشه که نافرمونی میکنی یا چشم اوستا تو چرا بی خودی مثل نخود هر آش خود قاطی قضیه کردی پسر اوستا نگاه کن حمید داره میره برم دنبالش بله خب کاریت نباشه ریشه رو باز خوش کن باش تو من برگردم چشم میباشه باز که تو اینجا پیدا شد آقای باحال را رو واکن تو پاشنی در حج جان کندم بیها کارمون سرک نیست با کی کار داری دروازه دهن تو چک کن بکش برای شمورتی ای کله ببین وسیله جرد دهن تو بکش نامرد بی هوا بزنه ما اینجوری میزنیم
خونه نی؟ خانم اومدم چند کلمه با شما حرف بزنم. شما کی هستین؟ یدالله تراشکار، دایی حمید. خب، بفرمین. اومدم به شما بگم دور برای این پسره رو خیت بکشم. بیار بیرون، بیرون، بیرون. برو بیرون. قیافو. همچین حرف میزنی که آدم فکر میکنه حمید صغیر و تو صاحب اختیارش هستی. هیچ کی صاحب اختیارش نیست، واسه این که اون مال خودش هم نیست، اون مال همه است. مال مردمیه که از صبح تا شوم تو سرمای زمستون و گرمای تابستون رو سکوهای امجدیه میشینن و دلشون رو به اون خوش میکنن. حمید مال اوناست، نه مال من، نه مال تو. خب چرا این حرف رو به خودش نمیگی؟ واسه این که شما چشم عقلش رو کور کردین. آزادش کن، دلخوشی مردم ازشون نگیر. اون از میون ما بلند شده، واسه میون ما باشه. شما گرده بوم خودت بپر. من اختیار خودمو دارم، به هیچ کسم مربوط نیست. از ما گفتن بود، دلم نمیخواد دفعه دیگه پام به اینجا کشونده بشه. خود دانی. روشن شد؟ چخه بابا چه استاشو برسین؟ میرسم تو مدون بارشم رای نه دو مردون برو بینام بگیرم واسه تو منو میسن نه جونم هم برکن دیگه برو بینام برو بینام باشو بابا، باشو، 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 آتقیه تقویف شیرنی چی میشه جمال تو؟ بابارکم دیروز درجه گرفتم بابارکم مرخصی دارم بابارکم انشالله آتقیه آقا رضا دعای سپری داره میاد بس بگم سنگ ننداز آق جمال نه جفتک میندازم میدونه چی شده آتقیه؟ رقیبت هم از محله رفته از این موضوع خبر شدی یا نه؟ آره خبر دارم اما فایدهش چیه؟ چش پری دنبال اونه لبوی دارم داغ و تمیم حمید دیگه عیون شده میدونی با چه تیکه ای ریخته رو هم یه وقت دیده که پری خاطره تو خواست برو سرگوش یاد بده ولی برو برو خب باری دیگه تیر خود خب با اجازه شما ما رفتی یا برو برسه نخور کارا رو دارم میشه آه به دریسک تی گفتم لبوی تنور بازم که تو فکری طوری نیست تو دیگه اون حمید قبلی نیستی عوض شدی این روزا خیلی ناراحتم نخوا که سر به سرم بذاری حوصله‌تو ندارم از من خسته شدی میشه حس کرد نمیدونم نمیدونی دست دیگه با این اعصاب داغون تو دیگه بیشتر از این عذابم نده راستش منم از تو و صحبت‌های یه نواختی که بینمون میشه خسته شدم تو هرزه تر و کثیف تر از اونی هستی که فکر میکردم تو برا من همون پسره ای پا برهنه ای پایین شهر هستی خسته هم فردا مسابقه دارم 90 دقیقه باید تو زمین نفس بذارم بذارو بخوابم دیگه ازت بدم میاد Oh, my God.
همونطور که گفتم تیم پیروز که با پیراهن تیره بازی میکنه یک گل به تیم افشین زده و تیم افشین که همیشه پیشتاز مسابقات بوده حالا در این دوره مسابقه تا حالا بازی رو باخته و فوروارد خوب این تیم حمید در این بازی مثل یکی دو بازی قبل نزول فاحشی کرده. دیگه از هدهای عالیش خبری نیست، اصلا تو فرم نیست. به هر حال تیم افشین با از دست دادن این مهره مطمئن و کارساز خودش دیگه نمیتونه موقعیتش رو مثل همیشه حفظ کنه. حالا توپ در اختیار بازیکنان تیم افشین است. پاس میکنم به حمید. او پاس عالی، ولی حمید این پاس عالی رو به آسانی هدر میده. عجیبه، حمید حتی از بهترین و ساده ترین پاسا نمیتونه استفاده کنه. تماشاچیان تیم پیروز تشویق میکنن و میخوان که حمید از بازی خارج بشه. همه تماشاچیان یک صدا فریاد میکنن حمید برو بیرون، حمیدو بیرونش کنید. در این لحظه شوت سرکش بازیکن تیم افشین توسط شماره 5 تیم پیروز مهار میشه. حالا خودش به پیش میره، از دو یارش میگذره، به گوش چپ میترسه، دفاع تیم افشین اوت میکنه. تماشاچیان ناراحت هستن. دیگه از اون همه شور و هیجان قبلی که در مسابقات قبلی بود خبری نیست. دست دسته دارن استادیوم رو ترک میکنن. از این بازی تماشاگران ناراضی هستن. دفاع افشین این توپ رو پاس میکنه، از کنار خط زیر پای هافبک قرار میگیره، یارشو دریبل میده، به شماره 4 پاس میکنه، بلند نفوذ میکنن، به پیش میارن، یارشو دریبل میده. حالا تیم پیروز نفوذ میکنه داخل محوطه 18 قدم، برگشت میشه به وسط زمین. باز در اختیار بازیکنان تیم پیروز قرار میگیره، با نوک پای دفاع روبرو میشه، به گوش راست از موقعیت ها استفاده کنه. حالا تیم پیروز یورش میبرن، توپ در اختیار بازیکنان تیم پیروز هست، برگشت میشه تو. حمید در این بازی واقعا نزول کرده، اصلا نمیتونه بازی همیشگیش رو ارائه بده، هر پاسی که بهش میدن خراب میکنه. تماشاگران با ناراحتی استادیوم رو ترک میکنن. تو ناراحت نکن، از این چیزا تو زندگی زیاد پیش میاد. من این موها رو تو امجدیه سفید کردم، مردم همیشه با پهلوان زنده. به قول معروف پهلوان زنده رو عشق است. حمید تو بی خود دیگه بازی میکنی، اوج ورزشکار مثل گلای تو باغچه میمونه، تا میای تماشاش کنی پرپر شده. حالا دیگه برو دنبال زندگی، آخه زندگی به جز تو امجدیه بیرونم هست، زندگی پرتگاهه. تو حالا تو پرتگاه افتادی، خودتو از این گودال بیرون بکش، از اینجا برو. مردم به زودی منو فراموش میکنن مگه نه؟ آره همیشه همینطور بوده، همیشه. برای حمید پهلوان زنده رو عشق است.
من باز با شما حرف بزنم، شما باز گوش کنین. نمیدونم چه جوری بگم، خودم هم نفهمیدم که چطوری شد این توپ پدرسگ بگیر نگیر داره. تو که میفهمی چی میگم، شما رو به خدا گوش کنین، دیگه پیش نمیاد. جعفر اقلا تو به حرفای من گوش بده. نه اینجات بیاد پسر، چرا سرتو پایین نمیندازی و گورتو گم نمیکنی؟ شماها چی میخواین؟ فقط توقع دارین که آدم واسهتون گل بزنه و پیروزی بیاره؟ شما هم از کنار خود بگین که لنگش کن، بعدم همه چیزو فراموش کنین. خودت خواستی همه عشق و علاقه مردم به یه ماشین یه زن هر جای فروختی. من هنوزم همون حمید سرطلایی هستم. اون حمید سرطلایی مرد. تو دیگه هیچی نیستی، هیچی. برین گم شین، دیرتون رو گم کنین. تو میدون زندگی بالاخره شکست خوردی. برین گم شین، بیرین صفا، دیرتون رو گم کنین. ببینید چی بروز شما دن. که مردم حرمت تو شکسته، خیلی مرد میخواد که بتونه رو پای خودش واسه داری. اونا منو زدن. اونا تو رو نزدن پسر، تا میون مردم بودی مردم پشتت بودن، پشت به مردم کردی تو روت وایستادن. اونا تو رو نزدن دایی، قلباشون از زیر پات برداشتن. مسابقه تا از تلویزیون دیدم. چرا اینطور شد؟ هر چیزی که شروع بشه یه روزی تموم میشه. آره، تو زنگ گرفتی؟ نه. مامان گوش نمه. خیلی خوب عزیزم، همین الان. من بالاخره زن تلیخ پل شدم. خب قسمت این بود. اسمت چیه کوچولو؟ حمید. اسمشو گذاشتیم حمید. میدونی تقی خیلی خوش قلبه. وقتی گفتم دلم بخواد یاد تو همیشه برام زنده باشه، قبول کرد که اسمشو بذاریم حمید. محله به کلی عوض شده، همه چیش. آره، اون درخت گنده محل یادته؟ وقتی کوچیک بودیم تو میرفتی بالاشو، تو دامن من توت میریختی. وقتی محله رو آسفالت میکردن شهرداری قطعش کرد. فراموش کن پری، همه چی تموم شد. خداحافظ. خداحافظ. Sir!
عشق و هستیم همه رفته چی بگم این غم و غصه رو من با کی بگم واسه همه چی تموم شده حالا من موندم و یک دنیای غم کجا نونهایی که فریاد می زدم واسه پیروزی من داد می زدم منو میبینن و انگار ندیدن همشون رفتن و از ریدن کجا نونهایی که فریاد میزدن واسه پیرو